ببخشید. بله بفرمایید. اصلاح میکنم. آدرس پارک شقایق میدونین کجاست؟ الان باید چی بگم؟ سلام علیکم. امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی 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 خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه ها تو این ویدیو قراره یه سری اساتیدی رو بهتون نشون بدم و خودم هم ببینم که پشمای همم قراره بریزه. پشم واسمون نمونه. برگردیم به دوران جلبک‌های دریایی که هیچ مویی نداشتیم. قضیه این ویدیو از این قراره که یه سری اساتید میخوان به ما آموزش مخزنی یاد بدن و بهمون بگن که چجوری با دخترها رفتار بکنیم، چجوری مخ بزنیم، چجوری ارتباط برقرار بکنیم. ما چون اینجوریم، پس اگر میخواین یک مخزن قهار باشید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. قبلش یادتون نره ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم کمک میکنه بچه ها، خیلی بهم انرژی میده. 180 کاریمون مبارک باشه. یادم رفت اینو بگم، دمتون گرم بچه ها. 20 کا دیگه موندی تا 200 کا. خانوادهمون همینجوری داره بزرگ و بزرگ در میشه. بدون معطلی میخوام برم ببینم چجوری مخ بزنم. خودم ذوق دارم ببینم این مخزنی چجوری از فردا همه رو زخم میکنم. بریم سراغ ویدیو. یعنی میخوام بعد از دیدن این ویدیو همه تون مخزن بشینا، یعنی همه رو زخم میکنه. و ازتون خواهش میکنم دخترها بیان توی کامنت ها و جمله هایی که اساتید مخزنی میان میگن رو تایید بکنن یا رد بکنن، بگن آقا همچین چیزی درسته یا نه. و پسرها نظرشون رو راجع به این افراد و این صحبت های اساتید بیان بگن که آیا انجام دادن ندادن، آیا جواب میده نمیده. نظرتون رو حتما توی کامنت ها در مورد این اساتید بهمون بگین. میخوام بریم سراغ اول ویدیو. خب توی ویدیو اول ما میخوایم بریم ببینیم ما پسرها در ارتباط با دخترها چه اشتباهاتی انجام میشیم و اون اشتباهات رو اصلاح بکنیم. براش اصلا سعی نکنید با اصرار و دلیل تراشی مخ دخترها رو بزنید، یا مثلا با اصرار یا دلیل بخوای اونو عاشق خودت کنی. بگی مثلا ببین من چقدر خوبم، دوستت دارم، آدم خوبیم، پس تو باید با من باشی، بهم علاقه مند بشی. کدوم گاوی میادی همچین جمله ای بگی؟ ببینید من چه پسر خوبیم، بیا به هم مثلا شماره بده. کی حرکتو زده که شما داری میگی یه همچین اشتباهی رو پسرها میکنن؟ ویدیوی قبلی هم بهتون گفتم منطقی با دخترها برخورد نکن. اصرار و دلیل نه تنها فایده ای نداره، برعکس شما رو یه آدم ضعیف نشون میده که آویزون دختراست. خب پس منطقی برخورد نکنیم. اوکی. اشتباهی بعدی، بچه بازی یا مظلوم نمایی برای دختران نکنید. ببین من چقدر بدبختم، خدا منو زده، تو رو خدا بمون. خلاصه این کارا رو نکن. کدوم گوسفندی میاد یه همچین چرت و پرتی میاد میگه؟ کی تا حالا رفته گفته که ببین من چقدر بدبختم، ببین من چقدر گاوم، ببین من چقدر گوسفندم، بیا با من دوست شو. خب الان اینو یه دختر ببینه فکر میکنه ما پسرا واقعا انقدر یول و پپه و پخمه و انیم. اشتباهی بعدی، عشق در نگاه اول از نظر دخترها دروغه و اگر شما این کارو کنید یه آدم دروغگو بچه به نظر میرسید. استاد عزیزم داری گو میخوری، احساس میکنم دختر واقعا عشق در نگاه اول دروغه. من یه چیز دیگه شنیده بودم. من اینجا باید دخترها تو کامنت ها بگن دیگه ناموسن. خیلی پافیوز نگه لاشیا بگین آقا، من دارم زودتر فوشو میدم که اگه داره این گو میخوره دخترها بگین دقیقه ویدیو رو بذارین بگین که داره گو میخوره. و من خیلی شنیدم دخترها به عشق در نگاه اول اعتقاد دارن. ما پسرام اعتقاد داریم دیگه، چه برسه به دخترها؟ مگه دخترها عاطفی تر نیستن؟ عاطفه چرا یادمون؟ مگه دخترها عاطفی تر نیستن؟ نخه. اشتباه بعدی، پیشنهاد دوستی کلا ندید. What the fuck؟ تو الان داری تولید محتوا میکنی که به ما بگی چجوری با دختر ارتباط برقرار کنیم و دوست کیم؟ پیشنهاد دوستی ندیم؟ به نظرم خیلی داره فلسفه رو میشکافه. به نظرم که تو مغز من نمیگنجه. از اون ور میگه منطقی نباشید، عشق در نگاه اولم که میگه چرت و پرته، دخترها اعتقاد ندارن، پیشنهاد دوستی هم ندیم. بله. اشتباه بعدی، گفتن درد و دلهاتون، ضعفاتون، مشکلاتتون با دخترها اشتباه است. شما رو آدم ضعیفی جلوه میده که هیچ کسی دوست نداره باش باشه. خب ما قصدمون از دوستی همچین گوهیه. آدم دوست پیدا میکنه که باهاش حرف بزنه، درد و دل بکنه، مشورت کنه، تصمیم بگیره، گو بخوره. چی میگی واسه خودت؟ دختره یارو آدم فضایی نیستش که، داریم در مورد موجودی حرف میزنیم که همپیمان با ماه. بچه ها پس تا الان اگه این کارا رو میکردید همش اشتباه بوده.
الان اشتباه بعدی میگه که نفس نکشید. اشتباه بعدی، زیادی احساساتی شدن و توجه زیادی به دختر. خب پافیوز دلغک مینا میگه درد و دلم نکنید. چی گوی بخور نکنه تو داری میگی بریم باهاش فقط بخوابیم. بچه اگه آخرش واقعا به جای بدی ختم بشه من سعی میکنم نذارم، این بدآموزی داره فکر میکنم. پس بچه ها ابراز احساسات نکنید، یه تیکه گوه تاپاله برید پیش دختره. ولی برعکس بیمحلی تا یه حدی باعث میشه دختر از شما خوشش بیاد. بیمحلی کنیم به بابا اینا مال ده بیست مال عهد قاجاره. چه دختر بیمحلی کنه چه پسر، واقعا آدم به یه برش هم نیست. دختر بیاد جلو من بیمحلی کنه، خب من میگم اوکی بیمحلی که خدافز. اگه من برم پیش یه دختر بیمحلی کنم دختر اینجوری میگه خب که چی مثلا این گوز کدوم که اشتراک فکر و سلیقه. مثلا میبرتی از چه رنگی خوشت میاد، دختره میگه زرد، بعد تو کلی ذوق میکنی میگه اه چه تفاهمی منم زرد و خیلی دوست دارم. این برای دختره جذاب نیست. مثلا میگه من زرد دوست دارم، میگه من ریدم تو رنگ مورد علاقه فقط قهوه‌ای. تضاد جذابتره. مثلا میگه من موزیک پاپ دوست دارم، تو میگی تو میگی به تو با خرج کردن زیادی بخوای دختر رو جذب کنی، اینم اشتباهه. خب الحمدلله این ویژگی رو من به صورت خودکار دارم، پول ندارم که بخوام خرج بکنم. خدا رو شکر پس این یه تیکو خوردیم، این ویژگی رو دارم من الحمدلله، برای این یه ویژگی نمیخواد تلاش بکنم. اوکی اشتباه بعدی، درک زیاد دخترا و روشن فکری. مثلا دختر میاد ناراحت میگه که دیشب با بابام دعوام شد. بگو به ببرم. درک چیه بابا؟ درک کنی دختر پریده. اشتباه بعدی، هی حرفاشو گوش بدی، بهش خدمات رسانی کنی تا از شما خوشش بیاد. خب شما به من بگو چی گویی بخورم الان تو رابطه؟ نه ابراز احساسات کنم، نه منطقی باشم، نه عشق در یک نگاه، نه به حرفاش گوش بدم، چی گویی بخورم؟ همه حرفاشم که به یه ورم باشه، خون دختر چرا باید ما من دوست شه؟ بچه این بغزم واقعیه. الان مغزم سرویس میشه، میگه الان داشتی بغز میگردی. دادن امنیت 100%. مثلا اصلا اول بگی که من هیچ وقت ولت نمی کنم، حتی تو بری من مثل یه درخت منتظرت وامیستم، برو دوراتو بزن من هستم. کدوم گاوی میاد بگه برو دوراتو بزن من هستم؟ چرا نباید آدم امنیت 100% بده؟ آدم باید بگه آقا من باهات هم دیگه، من با دختر دیگه نمیرم بپرم. نباید به دختر بدی، وگرنه میگه که این که همیشه هست، هر بلایی سرش بیارم هست، پس برام هر کاری دلم میخواد بکنم بعدم میام سمتت. آره دخترا واقعا، یعنی مثلا یه پسر بهتون میگه نه من با هیچکی نمیرم، من بهت اعتماد مثلا دارم، به هم اعتماد داشته باش، من با دختره دیگه نمیپرم چون تو رو دوست دارم، بهت امنیت بدم که آقا من مال تو هم، با خودتون همچی فکری میکنین؟ یعنی میگین که آره دیگه این حد دیگه، من برم دورامو بزنم و برم بدم پامو پا بدم به دیگران و بعد بیام پیشش. آره دختره بیاین بگین واقعا اگه این درسته که زار باید زد به حالم. تو رو قرآن بیاین بگین این غلطه. خب باشه. و پسرها الان بیاین به من بگین که تجربه داشتین، یعنی همچی حرفای این آقا رو حالا مثلا انجام دادین، واقعا یه همچی نتیجه گرفتین؟ یعنی مثلا به کسی ابراز احساسات کردین یارو گذاشته رفته؟ بیاین بهم بگین. اشتباه بعدی، زود صمیمی شدن با دخترها. این کارو اصلا نکنید، حتی اگه خود دختره بهتون پاداد این کارو نکنید. یعنی ببین همه چی اوکی بود و های لول بود، یعنی همه چی دیگه مخفه مرادتون بود، بازم صمیمی نشید. چه فازی الان؟ پس ما چه رو داریم این ویدیو رو میبینیم؟ مثل این میمونه یو رفتی خواستگاری، بله رو گرفتی، مهریه جایزی همه رو صحبت کردی، رفتی سر عقد، عاقد داره میخونه، بعد یو تو میگی نه، گو میخوردی. خب تا الان وقت گذاشتی، یه ساعت با دختره حرف زدی، صحبت کردی. اشتباه بعدی، دخترها رو به چالش نکشید، اونم چالش های خیلی سخت چون کات میکنه. مگه تیک تاک بخوایم چالش شو؟ مثلا دختره به شما میگه که ثابت کن با کسی نیستی، شما این کارو انجام میدی ثابت میکنی، ولی اگر همینا شما از دختر بخوای و بهش بگی ثابت کن تو با کسی نیستی، اون باید کات میکنه. یه لحظه ببخشید، من اصلا کاری به این چرت و پرتی که عزیزمون داره میگه ندارم. سوال اصلی من اینه که چجوری من باید ثابت بکنم که با کسی نیستم؟
نمیاد یه دور بخونی عروش ببینی داری چی میگی. برو باهاش صمیمی شو، ولی وقتی خودش صمیمی شو تو صمیمی نشو. بعد احساسات و منطق و اینا رو بریز دور و کلن سیگماتوری یه جور داری رفتار میکنی. بری که ما بریم با پسرها خودمون حال کنیم. آره اشتباهی بدی، روی مرام و رفاقت دختر رو حساب باز نکنیم. حاجی what the fuck، من اتفاقا دختر خیلی میشناسم بابا، رو مرام معرفتش میشه حساب کرد. چرا گو میخوری؟ تا یه بخشی هم روی پسرها هم همین، یعنی رو هر کی رو مرام معرفت همه حساب نکنید، پسر و دختر نداره. خوب و بد ها. اشتباهی بعدی، نشون دادن هرس خوردن و ناراحتی و اعصاب خردی هم اشتباهه. اینم ضعف شما رو نشون میده. من پس باید چه احساساتی از خودم نشون بدم؟ احساساتی که نباشم، عیارو تعریف نکنم، هرس نخورم، عصبی نشم. همینجوری مگه دارم پوکر بازی میکنم؟ با مجسمه که نرفتی عزیزم ارتباط برقرار بکنی که. اینجوری که تو داری میگی ما باید بریم با عروسک، عروسکایی هستش که میسازن برای همچین چیزی، باید بریم با هم عروسکا اوکی کنیم خودمون. پس بچه ها ما تو این قسمت متوجه شدیم که چه اشتباهاتی رو انجام میدادیم، از این به بعد این اشتباهات رو انجام ندیم. چه کارهایی رو بکنیم؟ تا الان اینجوری بود که چه کارهایی نباید بکنیم، از الان بعد باید چه کارهایی رو بکنیم. اساتید الان میان و در موردشون صحبت میکنن. اولین کاری که باید انجام بدی اینه که توی چند ثانیه اول آشناییتون بهش نشون بده که بهش علاقه مندی، توی کمتر از یک دقیقه اول آشناییتون. یعنی چی؟ الان میگفت ابراز احساسات نکنید، که این میگه کمتر از یک دقیقه ابراز احساسات کنیم. نه به اون که اونجوری میگفت، نه به این اینجوری. مثلا اون دختر نشسته تو یه دقیقه بچه ازش خوشم اومده، یه لحظه دیدم یو اینجوری شدم مثلا عجب چیزیه مثلا. خب یوهو باید بدوی بگی که زنی که مثلا ازت خوشم میاد، یا مثلا دختر خانم من وقت نرم، ببین من خیلی ازت خوشم میاد، من خیلی دوست دارم، عاشقت عزیزم. یک دقیقه سری تموم، تا برسی دم درش یه دقیقه، دم درش که حرف بدی، تا برسی دمش، متوجه هستین چی میگم؟ تا برسی بهش یه دقیقه تموم شده. سگ به تو پا میده آخه عزیزم. استاد عزیز داری به ما یاد میدی که چجوری دختر بازی کنیم، چجوری بریم مخ بزنیم. وقتی که این کار انجام میدی و بهش نشون میدی که یکم نسبت بهش علاقه مندی و یه جورایی ازش خوشت میاد، اوتوماتیک تو رو میذاره توی یکی از اون دوتا دسته که ازت خوشش میاد و ممکنه باهات بره توی رابطه، یا چیزش هم دستت نمیده. یعنی میری باهاش صحبت میکنی که به این دوتا نتیجه برسه؟ خب چرا باید بری باهاش صحبت بکنی که کیفش هم دستت نده؟ منم نظرمو بچه‌ها آخر ویدیو بهتون میگم که چیکار بکنید، به نظر من جواب میده. اگر بعد از دیدن این ویدیو ما زنده موندیم و سم بدنمون رادیاتش نزد بالا، بهم تو کامنت ها بگین براتون پارت بعدیش هم درست بکنم، چون اساتید خیلی زیادن، اساتید خیلی زیادن و نکات خیلی زیاده. تفاوت خیلی زیادی وجود داره با حوالی بودن و همیشه تعریف کردن از دختره، با اینکه شما توی دقایق اول آشناییتون راه خودتون رو توی ذهنش باز کنید، با اینکه نشون بدید ازش خوشتون میاد و کمی بهش ارزش ببخشید. و این جور تعریف کردن اون مدل تعریف کردنی که کاری میکنه دختره از شما خوشش. یه لحظه گونه خود، من باید یه کلاسی برم تازه بفهمم تو چی میگی. کسی فهمید این چی میگه؟ فقط من اون قسمت حوالی بودن دختره اون تیکه رو فهمیدم. گفت فرقی هست بین حول بودن و تعریف تو تمجید کردن از دختره، بعد دیگه ارزش و رفت و ماده های اقتصاد و فکر کنم یه همچی چیزایی. دقیقا بهتون میگم چطوری باید این تعریف رو انجام بدید. میرید جلو و با این جمله حرفتون رو شروع میکنید، به نظرم و چیزی که از ته دلتون از دختر خوشتون میاد و بیان میکنید. بچه ببینیم داره میگه توی یه دقیقه اولش که باید توی یه دقیقه ابراز احساسات رو سریع بگین. خب یعنی میرید سریع خودتون رو قبل یه دقیقه بهش میرسونید، مثلا میگه خانم ببخشید به نظرم خیلی خوب چون الان میخواد ببینیم اون چی میگه. میگه به نظرم چی؟ به نظرم موهای کوتاه و چتری خیلی جذاب ترت کرده. That's what I'm talking about. چرا اینجوری حرف میزنی یهو؟ چرا صدا تو کلوف میکنی؟ بعد چرا همش هم اینجوری حرف میزنی؟ ما زاویه فکر نشون میدی؟ بله. صاف فویس جلو دوربین زرتو بزن دیگه. بعد من یهو دختره رو تو یه دقیقه ندیده، اون نمیدونه من کیم، من کجا اومدم، برم یهو بهش بگم واو خانم به نظرم که موهای چتری خیلی به پوست صورتت میاد. دختر نمیگه به یه ورم، نمیگه مثلا خب به تخ. او مای گاد صدام مثل این کلوف کنم. دویدی نفس دادم یه دقیقه صبر کن، من باید تو یه دقیقه بهت بگم.
خیلی مچتری به صورتت میاد. به تو ما. درسته نحوه رفیق شدن بین دوتا پسر و بین یه دختر و پسر فرق میکنه. خود دختر رو نمیدونن در ارتباط با هم و دوست شدن با هم چی بگن. ما پسر و ماجرامون اینجوریه. های گوزو سلام چطور؟ اینجا رفاقت صمیمیمون شروع میشه. خوبه. دفعه اولی که همو دیدیم میگیم هی گوزو بابا برد کفشت باز مادر. همین اینو که بگیم تموم اصلا رفیق جینی هم آه. شما برو از پسرها بپرس رفیق صمیمی چجوری آشنا شدی باش. یا اول با هم دعوا کردن هم دیگر رو تیکه تیکه کردن پشت دادن همینجوری با هم رفیق شدیم. یا مثلا تو خیابون زرت شونامون میخوره به هم یهو به هم شماره میدیم ما یهو میشیم رفیق جینگ با هم میریم کردان. ما پسرها اینجوریم. دخترها واقعا سخت. ولی توی گوزو دیگه واقعا به نظرم صلاحیت البته استادی دیگه بالاخره داری یاد میدی که ما میخوایم ازت یاد بگیریم. دقت کن قرار نیست بری جلو چرت و پرت بگی. چیزی که واقعا از ته دلت نسبت به اون دختر ازش خوشت اومده رو قرار بیان بکنی. یعنی میگم خانم محترم شما اینقدر. حالا دوستای عزیزم میخوایم بریم سراغ یه استاد دیگه و استاد دیگه نظرش رو رابطه با اینکه چجوری با دختر ارتباط برقرار کنیم و چیکار بکنیم و بهمون بگه. بریم ببینید نکاتی که دارم بهتون میگم خیلی عمیقه. مطمئنم خیلیاتون شاید با یک بار دیدن این ویدیو درک نکنید مطالبی رو که بهتون میگم. معلومه میخواد گو بخوره. میریم ویدیو بعدی. چندین بار ویدیو رو ببینید. من ویدیوهای فیثاغورس هم موقع مدرسه میدیدم چندین دفعه نمیدیدم. با یه دفعه دیگه میگفتم یا میفهمم یا نمیفهمم دیگه. در چه موردی میخوای حرف بزنی که چند بار من ویدیوتو ببینم و حرفایی که میزنی ممکنه من نفهمم؟ مگه داری با کی حرف میزنی عزیزم؟ آدم داره ویدیو تو میبینه. بریم یه ویدیو دیگه از همون استاد قبلیه ببینیم. استاد جدیده که برید. مورد اول یکم متفاوته ولی کار میکنه. میدونم خیلیاتون به کافی شاپ رفتید ولی کافه کتاب چی؟ نه کافه کتاب چیه؟ نکنه کافه کتاب گیم نته؟ هم کافن هم یه جورای کتاب خونن که با هم ترکیب شد. واو اسکل اسمش روشه دیگه کافه کتاب. یه اینجور مکانا شما نه تنها میتونید دختری زیبا پیدا کنید بلکه دختری پیدا میکنید که واقعا باهوشن و وقتی که جفتتون اونجایید شانس این است که جفتتون هم به خوندن علاقه دارید. بوزو انترکمون تو داری به من میگی بهترین جا برای این که مخ بزنی بری کافه کتابه. خب من قطعا به خاطر کتاب و درس خوندن نرفتم اونجا، رفتم مخ بزنم، پس من باهوش نیستم. گوزو این نکات ها کجا میارین؟ واقعا تو چه کتاب و تو چه سایتی اصلا یه همچین چیزی نوشته شده؟ کی گفته هر کی بره کافه کتاب باهوشه؟ میتونی راجب کتاب های مورد علاقهش صحبت کنید. میتونی بپرسید فلان کتاب رو خوندی یا نه. الان مثلا من به عنوان شخص سالس من بگم که کتاب داستان حسنی کچل خوندی که یارو میگرخه میگه بابا کتاب های درسیمو نمیخونم من، بعد برم به یارو بگم کتاب مورد علاقت چیه؟ بهش بگید که میتونم برات فلان کتابو بخرم یا میتونم برات یه کتاب بخرم. رفقا این چیز شما رو از همه گی پسرهای دیگه متفاوت میکنه. چون شما دختری که آدم حسابیه اجازه نمیده که چیزیو واسش بخری. 99% دختر انتظار ندارن یک پسر جنتلمنو توی کتابخونه ببینن، پسری که دوست داره کتاب بخونه. اگه قرار منو کتاب خون کنی برو یه محتوای دیگه تولید کن من اونجا بیام کتاب بخونم. ولی من دارم میرم اونجا مخ بزنم. به حرف خودت دارم میرم اونجا مخ بزنم. گوز تو مخت رفته مگه داری این محتوا رو تولید میکنی؟ مورد دوم بری جلو بهش بگید میدونی فلان جا کجاست؟ به جای فلان میتونید هر چیز دیگه یا بگید. این مورد خیلی دوست دارم چون که همین الان میتونید برید توی خیابون و به یک فرد کاملا غریبه اینو بگید. با این کار یه ترفند روانشناسی هم انجام میدید چون که قضیه اینو رفقا وقتی از کسی کمک میخوایی و اون بهت کمک میکنه ناخودآگاه مغزش فکر میکنه که از شما خوشش میاد. چرا روانشناسی گو میخوری؟ یعنی من تو خیابون کسی ازم آدرس میپرسه یعنی من میخوام شما رو بدم به یارو؟ من گو بخورم. خب بریم این سناریو این آقا رو اجرا بکنیم. مثلا من یه دختری رو دیدم تو خیابون میخوام بهش بگم خانم ببخشید. بله بفرمایید. اصلا میکنم آدرس پارک شقایق میدونین کجاست؟ نه نمیدونم. من باید چی بگم؟ وای استاد یه لحظه ببخشید. نمیدونه کجاست. الان برای نمیدونه کجاست باید چی بگه؟ یا مثلا میتونی یه چیز خیلی بدیهی بپرسی که مثلا مطمئن باشی که دختره میدونه کجاست. یه بار دیگه خانم ببخشید میدونین توالت کجاست؟ گم شو پسر بیشور بدفاز عوضی. بابا اون جواب نداد که. و این چی گوه میخوره خانم؟ گوه میخوره. مورد سوم
نظرت راجب فلان چیز چیه؟ میتونید بگید نظرت راجب موزیکی که داره پخش میشه، حال و هوا این مکان، این پارک، این غذا. یه بار دیگه بریم این سناریو رو اجرا کنیم. خانم محترم، نظرتون راجب آهنگی که داره پخش میشه چیه؟ آم خوبه. همین. به نظر منم خوبه. بعدش چی بگم؟ کوفیوس. یه لحظه. خب خورم دنگ، من الان چی بگم؟ من وقتی نظرش میپرسم یه کسی که غریبه است چی میتونه به من بگه؟ خب مورد چهارم، تو تا حالا همچین جایی اومده بودی؟ این جمله رو میتونید توی هر جایی استفاده کنید. من یه کسی که نمیشناسم غریبه است یو برم بهش بگم که تو تا حالا همچین جایی اومده بودی؟ خب این قطعا میگه به تو چه؟ اصلا خود من نه دختر. یکی یو بیاد به میگه که تو تا حالا اینجا اومده بودی، میگم به تو چه؟ بیشتر میخواد آدمو ضایع کنه تو خیابون. مثل اینکه جمعی از دوستاتون رفتید بیرون ولی اون دختره رو نمیشناسید. خب؟ اگه دارید بولینگ بازی میکنید میپرسی تا حالا بولینگ بازی کردی؟ من توش تازه کارم ولی احساس میکنم استعداد دارم. خب به یه برم. چه دختر چه پسر، پیر جوون، ریز کلوف، همه میگن به یه برم. من چه بازی تو بکن مرتی که اوکی. خرم اینم سراغ مورد پنجم که طبق مطالعات تاثیرگذارترین جمله است واسه گفتن به یه غریبه و گرفتن شمارش، و اون اینه که برید جلو بهش بگید سلام چطوری؟ آره همین جمله ساده، ولی این ثابت شده طبق آزمایشی که توی لندن کردن. فهمیدن که سلام چطوری؟ خوبم تو چطوری؟ دیگه فکر کنم محتوا کم آورد، دیگه گفت این سلام چطوری هم ببندم تنگش دیگه. اون سلام چطوری آموزش نمیخواد، اینو هممون میگیم دیگه. یه نوبه سگم میره جلوی دختر میگه سلام چطوری، اگر تازه دختره نگید به تو چه مثلا موتوری. به نظرم برای این ویدیو کافیه، به اندازه کافی هممون آموزش دیدیم که چه کارهایی رو نباید بکنیم و چه کارهایی رو باید بکنیم. خیلی تاثیرگذار. ایشالا که بتونید مخو بزنید. برای دیدن این ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما برید ببینید. اگر اونو دیدید برید اینو ببینید. عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد، پر انرژی و خفن بمونید.